فراه ولایتی که قسمت زیادی از سال 1396 را با جنگ و تغییرات گسترده در قسمت رهبری سپری کرد. صدها تن از اعضای خانواده ایشان را از دست دادند و در گلیم غم نشستند و به دعای خانواده هم آواره شدند. با این حال در آغاز سال 1397 عبدالبصیر سالنگی والی این ولایت نوید صلح و آرامش را به ساکنان این ولایت میداد. امسال یک سال آرامی، یک سال خیر، یک سال که دور از جنگ و دور از کشتن باشد. ما به این صورت نمیخواهیم که ما بگیم که این دشمن های فریب خورده، دشمن های سوگند خورده، دشمن های ضد انسانیت که امروز دست به وحشت میزنند، ما طرفدار با می نیستیم که اونا هم کشته شوند، ولی اونا خودشون این کار را میکنند. اینا دست بیگانه هستند، فروخته بیگانه هستند، اجنبی هستند و وطن ما را میخواهند که ویران بسازند، نارام بسازند. ولی فرا همچنان از تجهیز و تمویل نیروهای ارتش و پلیس ملی در سال آینده در این ولایت سخن میگوید. امیدوار به این هستیم که با آمدن قوای جدید و کمبودها داره که لوای دوی پیاده قول اردوی ظفر در اینجا داشت، هم تعداد اونا اکمالات شود که جدا از قوا که تقریبا گفته میتونیم که تعداد 1500 نفر 1600 نفر اونا کمبود داشتن، کمبودها از اونا پوره میشود و قطعاتی که برای کمک آمده است تا قطعه از اونا تکمیل شدن، پوره شدن و اونا قطعه ضربتی بسازن که هر یا به دفع ترد و به عمله جدایی که اونا بارکاشان میرن و ایچی بیزاشان میرن در هر جا و قطعه ضربتی دیگه هم در اینجا میشه و کمبودها پلیس هم ما میخواییم که پوره کنیم. باورها بر این بود که ادامه نبرد در این ولایت مانع کار ساخت پروژه های انکشافی شود. در این حال والی فراه میگوید که پروژه های انکشافی در این ولایت همچنان ادامه دارد و هیچ نوع مانعی در راستای ساخت و ساز در این ولایت وجود ندارد. باید بدم که دوباره به قرارداد برود. کار از اوناست و دیگه کاری است که در انکشاف شهر ما کار میکنم که تقریبا 11 کیلومتر سرک در سرک ها در مبین شهر آباد میشه، بازسازی نه که از جدید آباد میشه. کار رو وای میرخم از طریق میساق شهروندی یا کار هست از انکشاف بیاد که از این طرح کار ما پیش میده و کار دیگه از بخش زراعت که هست این کار هست شهروندی هم بزرگترین پار که ما میخواییم که داشت کنم جو کنم که پار به نصد من بخواه همسای ما کس نداشته باشه. این کار هست که جدا از مسئله امنیت، اگر ما اون طرف سر امنیت کار میکنیم اون طرف سر بسازی و انکشاف بکنم کار میکنیم. فرا در غرب کشور از جمله ولایت نام در این حوزه به حساب می آید که سال گذشته طالبان مسلح خود را به دروازه مرکزی این ولایت رسانده بودند اما موفق به تصرف آن نشدند. تصویری که بیشتر اوقات به خصوص در روزهای اخیر سال 1396 از فرا نمایان بود تصویری نبود جز جنگ و درگیری مخالفان با نیروهای امنیتی. اما اکنون والی فراه از بهر تامین امنیت در این ولایت سخن گفته است. باید دید که تصویری که در سال جدید هم از فراه انعکاس خواهد یافت مشابه به سال گذشته خواهد بود یا خیر.